درود بر شما به کیوسک خوش آمدید سرخط مهم اخبار اعتراف دو عضو مجمع تشخیص مسلحت و فرمانده سپاه به فروپاشی قریب الوقوع رژیم انفجارهای پیاپی پی در رشت و درگیری گرگ ها بالا گرفت دعوای دو نماینده در سحن علنی مجلس شورای اسلامی دعوت می بیننده مشروع خبرها باشید در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم اعتراف دو عضو مجمع تشخیص مسلحت و فرمانده سپاه به فروپاشی قریب الوقوع رژیم انفجارهای پیاپی پی در رشت آخوند انصاری از اعضای مجمع تشخیص مسلحت نظام در جلسه ای در تاریخ ده بهمن 1401 به فروپاشی رژیم اعتراف می کند و از سرنوشت تلخی که در انتظار آخوندها و فرماندهان سپاه است سخن میگوید گوید. آخوند انصاری در این جلسه می گوید سال 84 ارز کردم از از من تا 15 16 سال آینده ما دچار فروپاشی خواهیم شد آقا فرمودند که این تعبیر فروپاشی تعبیر تندی است من عرض کردم که منظور من فروپاشی سیاسی نیست فروپاشی مالی و اقتصادی است و اگر ما به آن نقطه برسیم آیا امکان ادامه ی حیات سیاسی هست یا نیست را من نمی دانم باید بررسی کرد من با کمال تاسف احساس می کنم ما امروز لب اون پرتگاه و لب اون نقطه هستیم که پیش بینی میشد و دوست نداشتیم به آن نقطه برسیم ما امروز در یک پیچ تاریخی خطرناکیم و این پیچ خطرناک خطرش به صورت فضاینده هم رو به افزایش و هم نزدیکتر می شود. سال 84 که سال پایان مجلس بود ارز کردم از دید من تا 15-16 سال آینده ما دوچار فروپاشی خواهیم شد. مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران نیز در اظهار نظری گفته کشور در حال آتش گرفتن است برداشت من از شرایط ایران این است که در حال حاضر کشور و مردم در یک شرایط بسیار سخت و بحرانی قرار دارند می توانم بگویم کشور در حال آتش گرفتن است این آتش مهار نمی شود جز این که نهادهای مختلف در سطوح مختلف حاکمیت و نهادها و طیف های مختلف گروه های منتقد امکان تحرک و عمل در جهت حل منافع ملی داشته باشند اخبار فروپاشی قریب جمهوری اسلامی و پذیرش آن از سوی مقامات ارشد رژیم و همچنین روند فزاینده ریزش ها در بدنه نیروی نظامی کشور تا آنجا پیش رفته که خامنه ای از نیروهای نظامی خواسته مانع فروپاشی نظام شوند خامنه دیروز در دیدار با گروهی از نظامیان ارتشی تحت امر ولایت به طور تلویحی به در همریختگی ریختگی و ریزش درون نظام اعتراف و نسبت به انزجار فزاینده مردم از حکومت خود ابراز نگرانی کرد و گفت بعضی ها انقلابی می شوند ولی انقلابی نمی مانند. ایجاد اختلاف ایجاد بیاعتمادی راه برد بزان و درآوردن جمهوری اسلامی است بعد از ابراز نگرانی علی خامنه ای و چندین تن از اعضای مجمع تشخیص مسلحت و هشدار چند روحانی بلند از قوم برخی رسانه ها و مطبوعات هم به سراحت گفتند در رابطه با لزوم حفظ وحدت اقدام می کنند. در همین رابطه روزنامه فرهیختگان در مطلبی خطاب به برخی چهره های شناخته شده نوشته برای حفظ وحدت شما دهن تو ببند آقایان میر سلیم نقد حسین جلالی قزم فرابادی و ابوالقاسم طالبی حرف نزنید روزنامه فرهیختگان نوشت این افراد اگر میبینند با هر بار حرف زدنشان بخشی از جامعه را دچار التهاب میکنند حداقل کمتر حرف بزنند یا اصلا حرفی نزنند تا بلکه آرامش جامعه کمتر زیر سایه تهدید این افراد قرار بگیرد و امنیت ملی کشور به مخاطره نیفتد برخی چهره های سیاسی فرهنگی و ورزشی با اظهاراتشان حداقل چند روزی به ترند شبکه های اجتماعی تبدیل شده بودند و فضای جامعه را درگیر التهاباتی کرده بودند چند نماینده مجلس از جمله حسین جلالی و محمد تقی نقدعلی برای اظهار نظرها و طرحشان درباره مقابله با بخشهایی از جامعه به بهانه مسئله حجاب مصطفی میرسلیم برای نسخه پیچی عجیبش در درباره پرونده متهمان محاربه موسا قزم فرابادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی برای تهدید تلویحی افرادی که هجاب کامل را رعایت نمی کنند و دیگر چهره های دارای مسئولیت در نهادهای اجرایی و تقنینی کشور که سخنان عجیب و دو قطبی سازشان طی چند مدت اخیر حاشیه شد از این جمله اند این افراد اگر می بینند با هر بار حرف زدنشان بخشی از جامعه را دچار التهاب می کنند حداقل کمتر حرف زدن یا اصلا حرف نزدن را تمرین کنند. علاوه بر اظهارات مسئولان که به اندازه جایگاه آن افراد میتواند بر روان و آرامش عمومی جامعه اثرات مثبت یا منفی بگذارد، اظهار نظر چهره های شناخته شده در بستر رسانه ملی نیز باید مورد نقد قرار گیرد. رسانه ملی که باید فضایی برای تقویت همدلی ملی در بزنگاه های مهم باشد، بزن به ظرفیتی برای برهم زدن نظم عمومی جامعه تبدیل می اخیرا نمونه آن را با اظهارات عجیب ابوالقاسم طالبی، کارگردان شناخته شده در برنامه هفت شاهد بودیم در جایی از برنامه طالبی یک امر طبیعی و ناخواسته در بین بانوان را دستاویز قرار داد تا به خیال خود آن دست از بازیگران زنی که طی چند ماه اخیر اظهار نظرهای غلطی داشتند یا کشف هجاب کردن را تنبیه کند و با تعابیری جنسیت زده آنها را تحقیر کند اظهاراتی که با بازخوردهای منفی گسترده مواجه شد اما هیچ یک از آن بازخوردهای های منفی باعث نشد این کارگردان از اظهارات خود اظهار پشیمانی کند و بابت آن عذرخواهی کند نکته تعجب برانگیز آن که طالبی در واکنش به انتقادات گفته از کسانی که به من توهین کردند شکایت می کنم چرا که من حرف بدی نزدم اظهارات این چنینی مصادیق روشنی از اختلاف افکنی تلقی می شود که رهبر انقلاب روز گذشته صراحتا آن را گوساله فرین توصیف کرد همزمان منابع خبری از پروازهای جت جنگنده سپاه در آسمان را بعد از شنیده شدن صدای مهیب یک انفجار خبر دادند و کاربران بسیاری درباره پرواز جنگنده های سپاه در آسمان نوشتند یک کانال تحلیلی خبری در تلگرام با انتشار یک فایل صوتی جزئیات این عملیات را فاش کرده پرواز این جتای جنگنده بعد از وقوع حمله و انفجار در یک مکان فوق امنیتی سپاه که دوربین های پایش و یگان های اطلاعاتی و تجسسی سپاه در محدوده حدود 3 کیلومتری این مکان از آن محافظت می کنند. صورت گرفته که موجب وحشت فراوانی در فرماندهان سپاه شده است بخشی از پست برق 63 کیلوواتی اصلی قاضیان بندر انزلی نیز چند روز پیش توسط یکی از تیم‌های عملیاتی شمال کشور با کوکتل و پودر فلش و بمب دستساز منفجر شده است این عملیات خارق‌العاده که صدای انفجار آن تا کیلومترها به گوش رسیده و در مکانی که تا سه کیلومتری آن با انواع و اقسام دوربین‌های پایش و یگان‌های اطلاعاتی و تجسسی سپاه حفاظت می شود انجام گرفته که در نهایت سپاه با وحشت مجبور به پرواز درآوردن هواپیماهای جنگی بر فراز منطقه و شهرهای اطراف کرده این انفجار چنان هزینه سنگینی به بار آورده که رژیم از وحشت شهامت و انگیزه گرفتن جوانان کشور ترجیح داده موضوع را در سکوت مطلق مخفی نگه دارد دوستان در گوشه و کنار ایران هر روز پارتیزان های ما در حال عملیات هستند عملیات های به وسعت های خیلی بزرگ و کوچیک در حال انجام هستش اما به خاطر مسائل امنیتی ما بسیاری از این عملیات ها رو رسانه نمی کنیم و بسیاری از این عملیات ها هم به خاطر مسائل امنیتی باز هم پارتیزان های ما با خودشون گوشی و تلفن نمی برن به همین علت فیلم و عکسی در اختیار ما نیست که در گروه قرار بدیم و در فضای مجازی پخش کنیم اما این عملیات که در چهار روز پیش روز شنبه یکی از تیم های عملیاتی ما در شمال انجام دادن البته این تیم عملیاتی این عملیاتی که انجام دادن چهارمین عملیاتشون بوده قبلا همین تیم در روز در شب اعدام جاویدنام رهنورد پایگاه سپاه قصد در میدان کارآموزی انزلی رو منفجر کردن با چهار کوکتل و چند نارنجک دستی به ساختمون پایگاه سپاه قدس قدس انزلی حمله کردند و باهتیش کشیدند. کشیدن طوری که این ساختمون رو الان با یک دیوار چهار متری آلومینیوم بالا کشیدن که دیگه نشه کوکتل ملتفه ساختمون پرت کرد و دور دژبانی هم کلا حسال زدن همین تیم عملیاتی با کوکتل به پایگاه جواد در مسجد ابوالفضل حمله کرد اونجا رو هم ترکوند و روز شنبه چهار روز پیش همین تیم عملیاتی موفق شد که پست برق اصلی بندر در قاضیان رو که در میدان بیبیهوریه بی هوریه بغل ایستگاه آتش هستش رو منفجر کنه شدت این انفجار به حدی زیاد بوده که جنگنده ها به آسمان پرواز میکنن جنگنده ها که ببینن چه اتفاقی افتاده و بسیاری از این چت ها رو در اینستاگرام مردم عادی انجام دادن که بعضی از دوستان از چت ها عکس گرفتن که من در اینجا قرار دادم که شما خودتون بخونید و ببینید که فرزندان ایران وقتی که اراده کنند جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن میتونن این کار رو انجام بدن با ساخت بمب خانگی با ساخت بمب های دستی شما میتونید یک حکومت دیکتاتوری رو به زیر بکشید اگر به خودتون ایمان داشته باشید اگر به خودتون اعتماد کنید و منتظر کمک از جایی نباشید پارتیزان های ما به این اصل رسیدن ولی ما باید این صدا رو به گوش همه برسونیم به تمام مردم این اعتماد رو بدیم که منتظر کسی نباشن هیچ معجزه‌ای در جایی اتفاق نمیفته معجزه در مغز و فکر و قلب شما. یک روز بعد از انفجار پست برق قازیان کانال تلگرامی و پیج اینستاگرامی رسمی انزلی به پوشش این خبر پرداخت و این تصویر را در صفحه خود منتشر کرد کاربری از ادمین انزلی سوال میپرسد که سلام آقای سیار چرا چیزی راجع به صدای انفجار توی انزلی و پرواز هواپیمای جنگنده که از رشت بلند شده بود نمیگید ساعت چهار صبح این اتفاق افتاده صدای انفجار تمام مردم قاضیان به خصوص دهکده ساحلی رو بیرون ریخت و بعد از اون پرواز جت‌های جنگنده دیده شد و ادمین کانال هم این پست را در کانالش منتشر می کند. درگیری گرک ها بالا گرفت دعوای دو نماینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی. در جریان نشست علنی مجلس در روز سهشنبه هجده بهمن در حالی که نمایندگان در حال بررسی ایرادهای شورای نگهبان به طرح بانکداری جمهوری اسلامی بودند جلال رشیدی کوچی با حضور در مقابل صندلی حسن نوروزی با صدای بلند خطاب به او گفت شما دارید جامعه را به هم میریزید و میخواهید مردم را به کف خیابان بکشید حتی رئیس کمیسیون نیز اظهارات شما را درباره طرح سیانت تکذیب کرده است در ادامه جر بحثی که بین حسن نوروزی و جلال رشیدی کلیدی در گرفت روزنامه جهان صنعت در گزارشی درباره درگیری لفظی این دو نماینده نوشته که تنش و درگیری لفظی روز گذشته دو نفر از نمایندگان موافق و مخالف طرح سیانت بار دیگر بحث در این رابطه را مورد توجه قرار داده و همزمان ابهام های تازه در خصوص سرنوشت این طرح جنجالی را در پی داشت هایی که باعث شده نگرانی نسبت به اینکه پایداری ها و موافقان طرح محدودسازی اینترنت به خواستشان مبنی بر تصویب و اجرایی کرد. این طرح دست و در نتیجه دسترسی کاربران به اینترنت را بیش از پیش محدود کنند طرح سیانت به شکل خاموش در ایران در حال اجراست و محدودیت های قطع و اختلال در اینترنت که از پنج ماه پیش با هدف مهار و سرکوب جنبش انقلابی در ایران اجرا شده همچنان ادامه دارد در آن سو اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر سر تصویب یا عدم تصویب طرح سیانت با یکدیگر درگیرند طی پنج ماه گذشته اختلال در اینترنت که با قطع و کاهش سرعت و همچنین فیلترینگ شبکه های اجتماعی در جریان بوده خسارت زیادی را به کسب و کارهای تجاری وارد کرده ایسازارپور، پور وزیر ارتباطات درباره اختلالات اینترنت ابراز بیاطلاعی کرد و گفته که ما کندی اینترنت نداریم و بارها گفتم که مشکل فیلتر شکن است جلال رشیدی کوچی دیگر نماینده مجلس نیز بعد از آن خواستار رفع محدودیت های اینترنت شده و گفته بود در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شده که تا آرام شدن فضای جامعه دو پلت مسدود شوند از نظر من اکنون زمان آن رسیده که رفع مسدودیت شود چرا که فضای جامعه آرام است این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته فیلترینگ به شیوه کنونی همان باتوم در فضای مجازی است اگر شبکه های اجتماعی خارجی فیلتر باشند و کاربران به استفاده از پلتفرم های داخلی روی نیاورند در پلتفرم های داخلی برای چه کسی می خواهیم تب این انجام دهیم